ویدیو قبلی دیدی که در رابطه با گیت فلو و ریلیسش صحبت کردیم و اومدیم برانچ رو ریلیس کردیم، اما این همش داخل لوکال هست. من نمیام برانچ ریموتی رو برای شما درست بکنم چون پروسه یکی هست. میخوام که شما توجهتون فقط به این گیت فلو باشه. اما یه موقع هستی شما میگید که خب من اومدم یه فیچر درست کردم، خب اومدم با دستور گیت فلو فیچر استارت شروع کردم، خب یک فیچر درست کردم به نام مثلا Redmi، حالا اسمش میذاریم که قاطی نشه، نیو فیچر. خب دوباره اینو درست کردیم، این یه همچی چی درست میشه. بعد اومدیم که کارامون روش انجام دادیم، اینو باز کردیم این فایلو، کار مثلا کدامون رو انجام دادیم و اینا رو اومدیم این سری به این صورت قرار دادیم، به صورت داش به این صورت، این نقطه هم آخرش گذاشتیم، سیف کردیم. بعد اومدیم چیکار کردیم، اینو به این صورت گفتیم که آپدیت کن. حالا این برانچ لوکال هنوز، برای اینکه من اینو بفرستم کارم باش امروز تموم نشده، نصف کارش انجام دادم، هاف کارم رو باش انجام دادم، حالا میخوام برم خونه. کامپیوترم داخل، یه کامپیوتر از داخل شرکت هست، یه کامپیوتر از داخل خانه هست. البته کامپیوتر شرکتم میبرن داخل خونه ازش استفاده میکنم، ولی کامپیوترمو که داخل خانه هست از این برانچی که داخل این کامپیوتر شرکت هست خبر نداره. برای این کار تایپ میکنم git flow، خب feature، خب این نیو فیچر رو میذارم به جای استارت، اینجا تایپ میکنم پابلش. خب وقتی میکنم پابلش، این میره چی داخل، البته فیتال به من میده. فیتال یعنی چی؟ این میگه که از بالا نگاه کنید، میگه من نمیدونم که شما ریپوزیتوری نداری که بخوای ازش استفاده کنی، و میگه که ریموت برانچ مثلا این ساخته شد. البته گیت ریموت بزنید، ریموت برانچ، این بعد به شما چیزا رو بگه دیگه، برانچ ریموت ها رو بگه. ولی میبینید که اگه تایپ کنم جی بی، میبینید که همین اینا رو بیشتر نداریم، کیو رو میزنم بیرون، ولی فیتال داد به من. این میاد چی میشه؟ پابلش میشه. اگه شما گیت چیز داشته باشید، به قول معروف چی میگن، برانچ ریموت داشته باشید، تایپ بکنیم گیت برانچ، خب این تمام برانچ های لوکال نشون میده. اگه تایپ بکنیم گیت برانچ داش ای، همه برانچ ها رو نشون میده، لوکال و غیر لوکال، و اینجا ما میتونید ازش استفاده کنید. اگه تایپ بکنم الیاس گیت خالی، خب و اگه تایپ بکنم، سرچ بکنم برای ریموت، میبینید که اینجا اگه بریم بالا، از بالا نگاه بکنیم، میبینید که گیت برانچ ریموت نشون میده، جی بی آر میشه ریموت. اگه بریم پایین، گیت ریموت، گیت ریموت اد هست، رینیم هست، اینا رو کدوم کاری باش نداریم، همون جی بی آر. اگه تایپ اینا رو خلوت بکنم، جی بی برانچمون بود، خب کیو رو میزنم بیرون، جی بی آر ریموت برانچ ماست که هیچی نداره. میبینید بالاش نوشته گیت برانچ داش داش ریموت که هیچی نداریم، جی بی داش ای همه رو نشون میده. خب ولی خب من داشتم میگفتم اومدیم چیکار کردیم، پابلش کردیم، اومدیم به این صورت مثلا گفتم که پابلش، اینجا به من فیتال میده، میگه که چون برانچ ریموت نداری این داره به شما فیتال میده، و این پوش میشه. پس پابلش مساوی با پوش، خب یادتون نره. اما یه چیز دیگه هم داریم، پول، خب که اگه بیام داخل داکیومنتیشنش نگاه بکنیم، این NV استار هم بزنید، خیلی چیزش خوبه، خیلی کارش درسته، و اومده این با شل، دستور شل اومده این کارا رو انجام داده و تمام اینا رو ساخته. رو همه اینا دونه دونه هم میتونید کلیک کنید نگاه بکنید، ببینید که چه دستورایی رو برای این شل درست کرده و چقدر کار برده، بخواد کار شما رو راحت بکنه. ببینید چقدر کار داره اینا، اکو کردن ها، دستورها بردن، بنابراین خیلی پکیج خوبی که به شما سرعت بده. میان پایین، کاری با اینا نداریم، یه دونه پابلش داشتیم اینجا، نگاه بکنید git flow feature start، خب و بعد نیمه، حالا git flow finish، این هم تمامه. میگه for feature branches the base org must be committed on develop، خب میگه بعد من داخل develop مجبور شد. اما برای پوش و پول کردن از این استفاده میشه. ای کاش اسم اینم میذاش پوش،
نمیذاره پابلش، چون اسم اینو گذاشته پول. یعنی چی؟ یعنی که شما اومدید این مساوی با پوله، چون پابلش مساوی با پوشه، پول هم مساوی با پوله. یعنی چی؟ گفتم که کامپیوتر شما مثلا داخل چی هست؟ داخل شرکت هست، میاد اینو پابلش میکنید، این میره داخل چی؟ اینا رو خلوت کنم. این میره داخل، این پول پوش میشه داخل گیت هاب. بعد میاد خونه، این دستور رو باید تایپ بکنید، گیت فیچر پول. خب و بعد اینو چیکار میکنید؟ اینتر میزنید و بعد این پول میکنه. ولی خب اینجا داره به من میگه که نداری، ریموت ریپوزیتوری نداری، بنابراین منم نمیسازم، فقط میخوام به شما بگم اینه پابلش با پول، فرقش اینه. بعد ریلیس هم همینجور، شما میخواد ریلیس بکنید، برای اونم داریم. اما این دستور خیلی خوبیه، خیلی وقت دیدید که من همچین کاری کردم، الیاس رو پایپ کردم داخل گرپ و بعد گفتم از گیت فلو استفاده کنم ببینیم چه دستورایی داریم. دستورای درسای یونیکس منو نگاه کنید، در رابطه با همه اینا، پایپ کردن چیه، گرپ کردن چیه، صحبت کردم مفصل. فکر نمی‌کنم کسی مثل من اینقدر ویدیو برنامه‌نویسی واسه فارسی زبان‌ها ساخته باشه و همه چی مفصل توضیح داده باشه. و اینجا می‌بینید که داریم از این دستور استفاده می‌کنیم. حداقل اینا رو به خاطر نمی‌سپارید، سعی بکنید از GFL استفاده کنید، چون اینجا میتونید تایپ کنید GFL و بعد تایپ بکنید مثلا feature start یا GFLF GFLR GFLR GFLF یا حالا start داریم finish دارید، میتونید اینجور تجسم کنید. GFL میشه git flow، خب feature start feature finish start finish، خودتون میتونید درست بکنید git flow یا میتونید تایپ کنید git flow. حالا میخواد فیچر درست بکنید، تایپ میکنید فیچر استارت، میبینید میشه یه فیچر جدید. حالا تایپ میکنید فیچر اند، میشه فیچر جدید. پس این کارا میتونید انجام بدید. و یه موقع شما این دستور تایپ کردید، گفتید دیدید که اینا رو ندارید. چرا ندارید؟ اول اینکه باید این رو نصب کنید، تایپ بکنید او مای زیشل. خب وقتی اینو نصب کردید که این پکیج هست اومایزیشل، بعد میاد تایپ میکنید سابلایم یا هر ادیتوری که دارید، تایپ میکنید tilde slash dot zshell config. خب config یا zshell rc فرق نداره، یا من اصولا شورتکاتم همین اینه. شما باید این رو تایپ بکنید، درسته؟ من تایپ میکنم zshell config چون برای اینم شورتکات دارم. خب که این فایل باز میکنه، همین اینو باید تایپ کنید شما داخل سابلایم. و بعد این پلاگین ها رو چیکار بکنید؟ اینجا داخل پلاگینز این گیت رو و بعد گیت فلو رو اد بکنید. گیت اکسترا هم داریم، بعدم به شما نشون میدم که این گیت اکسترا و گیت هاب فلو چی هست. گیت هاب فلو هم داریم در آینده. بعد موقع است که اگه تایپ بکنید الیاس گیت فلو و بعد اینو به شما نشون میده. و اینم از این. حالا تو این جلسه خیلی سریع در رابطه با چی صحبت می‌کنیم؟ هات فیکس صحبت می‌کنیم که هات فیکس هم پابلش و پول داره. خب پس حواستون باشه، البته بیشتر از پابلش و پول استفاده نمیشه، فقط می‌خواید پوش بکنید، تایپ می‌کنید جی پی، اینم میره داخل ریپوزیتوری، میره داخل چیز. حالا البته بذار اینو ریلیسش بکنیم. اگه من تایپ بکنم گیت فلو و بعد تایپ بکنم مثلا فیچر finish، میبینید که دارم از شورتکاتش استفاده میکنم. new feature، این چی میشه؟ no branch نمیشه، new again new feature بود. خیلی موقع بهتره که این میبینید اومایزیشل اینم نصب میکنه. خیلی که دوستان سوال کرده بود، میگفتش که از چی استفاده کردی؟ اینا همش از اومایزیشل استفاده میشه، بقیه رنگا رو خودم عوضش کردم. بعد این میره داخل develop. حالا دیگه ما ریلیسش نمی کنیم. این از این. حالا هات فیکس چجوری کار میکنه؟ ببینم ویدیو چقدر شد. ویدیو شد 10 دقیقه. هات فیکس رو توی ویدیو بعدی توضیح خواهم داد.